امنیتی که تو بتونی تو خیابون ایران راه بری فوش بدی به جمهوری اسلامی با خیال راحت، آقای قاسم سلیمانی بایستی بازی های منطقه ای رو به یک گونه ای در چارچوب امنیت ملی ایران بیا تحریزی بکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که آمریکایی‌ها خودشون میگن تریلیون ها دلار خرج میکنم، میگه 7 تریلیون دلار من خرج کردم، آقای ترامپ میگه تریلیون ها دلار خرج میکنن تو منطقه ما که گروه های مختلفی رو برای خلاف امنیت ما، برای ضربه زدن به امنیت ما، برای کشاندن جنگ ایران بخوان تعریضی کنن و خرج میکنن. بهترین دکترین دفاع، حتی تو فوتبال، اهل فوتبال که هست میگن بهترین دفاع حمله است. بهترین دکترین دفاع امنیتی کجاست؟ اینه که تو مشکلات امنیتی رو کیلومترها دورتر از مرزهای خودت بیای خاکریزاشو بچینی. خب خاکریزهای مقاومت امنیتی بیرون مرزهای ایران و قاسم سلیمانی کیلومترها دورتر از مرزهای ایران انجام داد. خب ببین این کار، همه کار آمریکا رو توجیه کرد الان. این الان همه کارهای آمریکا رو تو خاورمیانه رو همین الان توجیه کرد، نکرد تو نظرت با این حرفش؟ آره خب آخه میدونی الان میگه پشت دروازه همه 100 تا دشمن همشون با لشکرشون نشستن، فقط منتظرن که ما یه حرکتی بکنیم همه بریزن تو، ما باید مرز رو ببریم نمیدونم دورتر فلان. نه خب حالا بگیم این حرفش درست، خب بگیم حالا این حرفش درست، درست نیست این حرفش. نه میدونم درست نیست، ولی اگه بگیم درست، اگه بگیم درست، خب این همه این اعتراض داره که مثلا آمریکا تو خاورمیانه چیکار میکنه. خب اونا زورشون بیش میرسه، اومدن جنگ آوردن انقدر دور از مرزشون که همین حرفی که تو زدی دیگه. ببین دقیقا چی گفت، ببین دوباره تکرار کنم. میگن بهترین دفاع حمله است. بهترین دفاع حمله است. خب برای همین آمریکا، خب اگه این حرف درسته، برای همین آمریکا تو خاورمیانه است. البته من این حرف رو نمیزنم، من دارم استدلال خودم رو میگم. من این سیاست آمریکا رو اصلا قبول ندارم. آره منم ندارم، ولی من دارم میگم که بر اساس منطق خودش بیام استفاده کنیم ببینیم آمریکا. خب میگه بهترین دفاع حمله است. خب پس آمریکا برای همین توی خاورمیانه است دیگه. چی؟ جنگ عراق. بذار من این حرفش رو پلی کنم، بگی دقیقا منطقش رو استفاده کنیم. حتی تو فوتبال، اهل فوتبال که هستی میگن بهترین دفاع حمله است. بهترین دکترین دفاع امنیتی کجاست؟ اینه که تو مشکلات امنیتی رو کیلومترها دورتر از مرزهای خودت بیای خاکریزاشو بچینی. خب حالا شما تونستین خاکریزاتون رو هرچی کیلومترش بیشتر باشه بهتره، درسته؟ خب شما خاک ریزاتون رو تونستین یه ذره از مرزاتون بذارین اونورتر. خیلی رفته. آره آمریکا خیلی رفته اونورتر، یعنی شما از شما موفق تر بودن. شما تونستین تا عراق و سوریه برین که نزدیک مرزاتونه، اونا تونستن پاشن بیان اصلا اینور یه قاره دیگه. حالا هر سوری، اگه امید تو الان دقیقا منطقه که آمریکا داره استفاده میکنه که تو خاورمیانه، پس تو الان تایید داری میکنی که کارهای دفاعی آمریکا درسته، پس اونا حق دارن بیان دیگه تو خاورمیانه، پس دیگه از این به بعد شکایت نکن. خب خاکریزهای مقاومت امنیتی بیرون مرزهای ایران و قاسم سلیمانی کیلومترها دورتر از مرزهای ایران انجام داد، و با توجه به اینکه اونها تریلیون‌ها دلار خرج میکردن، آقای قاسم سلیمانی با یک هزینه یک هزارم اسرائیل، یک هزارم آمریکا، یک هزارم عربستان، تازه اونا ستا اینا همه با هم چی هم متحدن، با هم دیگه خرج میکنن، قاسم سلیمانی با یک هزارم هزینه خرجی که اسرائیل و آمریکا و عربستان برای ضربه زدن به امنیت ایران خرج میکردن، با یک هزارم اون درآمدها توانست ایجاد بازدارندگی کنه. خانم قاسم سلیمانی چی؟ خانم مسیح علی نجات. قاسم سلیمانی بازدارندگی کرد دقیقا؟ الان کدوم دشمن پشت دروازه ها بود که این با این کارش ازش بازدارندگی کرد؟ این که به 22 میلیون دلار شما به غزه بدی یا 100 میلیون دلار یا هرچی، الان از چی داره بازدارندگی؟ اینا که هر روز دارن تو اسرائیل، که هر روز دارن تو سوریه اینا رو میزنه، بازدارندگی چی کرده؟ من نمیفهمم. این مرزشون و خاکریزشون که بردن جلوتر، اونجا راحت‌تر میزنه دیگه. اسرائیل که هواپیماش نمیتونه بیاد تا ایران مثلا تو کرمانشاه و تهران و کرج بزنه، تو سوریه خیلی راحت میزنه.
نمیدونم این چه بازدارندگی ایجاد کرده. من البته میخوام ببینم، چیزی که میخوام ببینم اینه که از درصد، چیزی که باید مقایسه کنی اینه که از درصد اقتصاد چه کسی بیشتر خرج کرده، نه از این که درصد. آها، ایران و اسرائیل تقریبا نزدیک همن. چقدر جالب که تریلیون ها دلار خرج کردن برای ایران. خیلی اصلا این حرفایی که میزنه این نمیدونه تریلیون چند تا صفر داره. آمریکا اصلا اقتصاد سالیانش، یعنی گروس دومستیک تولید ناخالص داخلش که 20 تریلیون دلاره، ولی بودجه دولتی حدود فکر کنم 3 تریلیون دلاره و بودجه نظامی آمریکا هم 700 میلیارد دلاره. این تریلیون ها دلار از کجا آوردن خرج کردن؟ چی داره میگه؟ بعد عربستان و اسرائیل که اصلا در حد این حرفا نیستن که بخوان تریلیون، همینجوری میلیتری سپندینگ، ها بذار من اینو نگاه کنم، میلیتری سپندینگ آمریکا از درصد جی دی پی شون حدوداً 3% خب من مال ایران رو نمیدونم الان، نمیتونم ایران معلوم نیست اصلا عددش چقدره، چون سپاه آره ایران... سپاه ایران... ایران یه جا نوشته 2.3%، اگه این باشه خب تقریبا نزدیک همه. خب پس این خیلی چیز حرف، این که حرفی که بزنه که ما با پول کم تونستیم بیشتر کار بکنیم خیلی حرف درستی نیست، برای اینکه خیلی مثلا که با هم فرق نداره. آمریکا الان البته خرج آمریکا زیاد هست، ما اینو قبول داریم زیادی بی خود، بی خود آمریکا خیلی بی خودی زیاد خرج میکنه. کلا خرج کرده اینو نمیگه، میگه تریلیون ها دلار خرج کرده برای اینکه ما رو بزنه. نه بابا نه برای فقط شما امیدا، شما خودت تخلیه میکردید ایران. آره اگه آمریکا تمام بودجه ارتشش فقط برخلاف ایران بود، الان ایران آره نه این اصلا ایران اصلا برای آمریکا کمتر چیز مهمی خواهد بود تو آینده. چین خیلی چیز مهمتری خواهد بود. انقدر خودتون رو مهم حساب نکنین، انقدرم ترسناک نیستین شما. آره ادامه بدید. هزینه هایی که واقعا اگه یه موقع مثلا ایران واقعا بخواد یک مثلا چه میدونم یه بمب اتمی چیزی بندازه، برای آمریکا خیلی کار سختی نیست که بخواد بیاد حذف کنه این دولتو، یعنی زیر یه هفته راحت میتونه. مشکلش بعدش خواهد بود، میدونی از چه؟ یعنی اگه دولت آمریکا اگه یه دفعه بخواد، اگه از لحاظ سیاسی مردم آمریکا بذارن و خود آمریکا دولتش بخواد، خرجش رو داره، قدرتش رو داره، یه هفته ای میتونه جمهوری اسلامی رو برداره. خب هزینه بیشتری که خواهد داشت اینه که حالا چی کار کنه بعد از اینکه جمهوری اسلامی برداره، چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلا جمهوری اسلامی رو دولت آمریکا نمیخواد برداره. واکنش مردم داره آرمی جان، این به این راحتی هم نیست. یعنی اگه مردم همراهی کنن با جمهوری اسلامی، نه نمیتونه اصلا یه هفته که هیچ، تو 7 سال هم نمیتونه. همون اتفاقی که توی ویتنام افتاد، ویتنام وقتی هوچی همراهی مردمش رو داشت، آمریکا با همه زورش میجنگید ولی نتونست بگیرد. اما نه موقع فرق داشت، اگه مردم همراهی نکنن آره یه هفته هم شاید نکشه. این بس من فکر میکنم خیلی راحته که تمام پایگاه های نظامی رو از هوا بزنه. آره اصلا راحت خیلی فرق داره با زمان ویتنام. آمریکا خیلی راحت میتونه تمام قدرت های تمام، خیلی هزینهش از لحاظ اقتصادی خیلی زیاد میشه. چه دیگه اینا که دیگه نمیتونن با آمریکا بیان جنگی کلاسیک بکنن، ولی اگه مردم آره. بخوان همراهی کنن، هر کی دستش کلاشینکوف بگیره، یه هرچی دستش میاد با چوب و شما بخواد با ارتش آمریکا مقابله کنه، میخواد چیکار کنه؟ نه خیلی اگر این اتفاق بیفته، اگرم بخواد بشه دروشون میکنن، کاری نداره. با زمان ویتنام خیلی فرق داره موضوع این منم قبول دارم که با زمان ویتنام فرق داره، ولی فرقش اینه که الان رسانه ها خیلی بیشتر هستن. خب آره از لحاظ سیاسی، از لحاظ اینکه مردم آمریکا رو بتونن یه کار کنن که قبول بکنن، از لحاظ اینکه خرجای اینکه بعد از اینکه تو خاورمیانه بعدش میشه. ببین الان خیلی اتفاقا موضوع خیلی بدی نیست برای دولت آمریکا، جمهوری اسلامی، یعنی اینا اصلا نمیخوان جمهوری اسلامی رو بردارن، نمی‌دونم چه. ولی اگه یه موقع مثلا اینا مثلا یه بچه‌ای
کنار بذارن، حالا دیگه همه چیز رو کنار بذارن، اصلا هیچ ملاحظه مثلا حقوق بشری و این صحبت ها تو که هر کی اومد جلو درو کنن، موقع دیگه یه هفته میتونن بمب اتم 5 6 تا بزنن، نیم ساعت کارشو بسازن. نه 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 نه، اون کار منظورم اینه که مثلا به درو بکنن کسایی که با تفنگ دارن میان، اینجوری این کار رو که نمی کنن که مثلا همه مردم بی گناه بزنن. خب باید یه جوری بتونن بگن که نه خب اینا تفنگ داشتن میومدن، یه همچی حرفی باید بتونن بزنن. ولی خیلی کار سختی نخواهد به نظر من، یه هفته هم طول نخواهد کشید. ولی نه اتفاق نخواهد افتاد، ولی اگه میخواستن میتونستن، ولی نمیخوان. از لحاظ سیاسی نمیتونن، از لحاظ بین‌المللی نمیتونن، از خیلی از دلایل دیگه، دلایلی که این کارو نمیتونن بکنن، دلایلش از لحاظ نداشتن قدرت نظامی نیست. آره دلائل... من اصلا قدرت نظامی نه. من اینو گفتم مردم اگه با یه حکومت همکاری کنن، اینکه یه کشور خارجی بخواد بندازتش، صرف همین طالبان هم الان داری میبینی دیگه تو افغانستان، طالبان هنوز پابرجاست، دارن باش مذاکره میکنن. اصلا به نظر من جمهوری اسلامی این انگولکایی که میکنه خیلی به نفع آمریکاست. میدونی ازم چه؟ بالاخره اینا خیلی اینا خیلی دلشون میخواد یه چیزی باشه که در بهونه داشته باشن که این همه خرجای کارهای جنگیشون رو بکنن. میدونی ازم چه؟ یعنی اینا باید یه چیزی بهونه برای خرج داشته باشن. اگه ایران بهونه خرج نباشه، چین رو بهونه خرج میخوان بکنن. آره مگه چین یه چیز، آره حالا مهم نیست، بریم سراغ بقیه. بر که اسرائیل و آمریکا کرد ایجاد باز، چند بار بنویس خانم علی نژاد از رو بنویس، ایجاد بازدارندگی. مردم میلیاردها دلار خرج میکنن که ایجاد باز. شما اصلا خونه خودت، خونه چوبی که بوی حالا اونجوری میده، بوی ادرار میده، بارون میاد، همون خونه خوده. این خیلی حسودیش میشه به اینا، و من باور کن کسایی که اینجوری حرف میزنن، من فکر میکنم یه عالمه مدت میگه که خونه های چوبی بوی شاش میده. من تو خونه های چوبی باور کن زندگی کردم، من اصلا نمیدونم، این یه تجربه بد داشته، یه خونهش رفته اونجا تو ونکوور، خونهش بوی شاش داده، این همیشه میکنه همه خونه های چوبی بوی شاش میدن. این نمیدونم چی داره میگه. ما حتی تو ایران هم وقتی میرفتیم تو دهاتا، خونه های کلبه‌ای که زندگی میکردیم، یه مادر میخوابیدیم اونجا، انقدر عالی بود خونه های چوبی، هیچ مشکلی اصلا بوی چوب توی بارون انقدر بوی خوبیه. من نمیدونم چی میگه این انقدر هرس میخوره از اینکه اینا موفق ترن از خودش، باید هی بگه اینا همه زندگیشون خیلی بده، هی میخواد بگه از واسه این روحی اینا خرابه، میخواد اینا واقعا ناراحت باشن. انقدر هرس، انقدر این عقده‌ایه، انقدر هرس میخوره، انقدر حسودیش میشه که باید هم به خودش بقبولونه هم بیننده هاش که اینا زندگیشون افتضاحه، تو خونه های شاشی دارن میخوابه. من نظرم اینه، نمیدونم حالا درک آخه خب باشه، تو با درک کاری نداری، در رو برای چی میذاری؟ برای این که خونه تو دوز نزنه. در مگه چی به چه کاری میاد تو خونه؟ در فقط بابت اون حفاظ امنیتی است. تو برای خونه خودت امروز به خودت، خونه هایی که خانم علی نژاد داره دوز زدن، شما اتاقت پس برای دستشویی چرا در میزه؟ اونم میخواد دوز بزنه، چه ربط داره اون برای پرایویسی نژاد؟ شما برای حفظ امنیت خودت اینا رو ما اطلاعات دقیق. خب ببین این هر میگه اطلاعات اطلاعات دقیق، انگار مثلا این جاسوس داره تو خونه مسیح علی نژاد. یه چیزی بگم، ببین این اتفاقا میگم مثلا خودش استفاده کنه، میگه شما در دارین و حالا میگه میخواد چیزای امنیتی داری اینا برای خونتون اینا. خب این مثالی که تو داری میزنی مثل این که بره مسیح علی نژاد به جای که در بذاره رو خونهش، بره خونه همسایه‌اش رو فتح بکنه بگه که بره خونه های همسایه‌اش رو یکی یکی بگیره بگه که خب من اینجا خونه همسایه گرفتم که اگه کسی بخواد بیاد خونه من دزدی بکنه، اول بیاد این خونه ها رو مجبور بشه بگیره که من اینجا مثلا دفاع میزنم و اینا، بعد اونا رو هم که گرفت بره خونه همینجوری هی بره تمام نیبرهود رو بره بگیره دیگه، بگه که من از نظر دفاعی باید این همسایه هامو خونه هاشون رو فتح بکنم، به جایی که فقط در بذاره رو خونهش، باید بره خونه های همسایه هاش رو فتح بکنه. مثل کاری که مارک زاکربرگ کرده بود، همه همسایه هاش خونه هاشون رو خریده بود که این چیز اطلاعات دقیق فقط لازمه بری تو گوگل رو خونه خانم علی نژاد، عکسای خونه خانم علی نژاد رو ببینید. وای این چقدر بیکار میره، انقدر این هست، انقدر این هرس میخوره، حسودیش میشه، میره میخواد بره، میره باور کنه میره خونه هاشو نگاه کنه که ببینه اینا نسبت به خودش چقدر پول داره. میبینی
این فقط میخواد، این خیلی هم اینجوری حساب میکنه که چقدر موفقه اینا، که چقدر اونا دارن پول میارن، چقدر من دارم پول درمیارم، میره زندگی اینا رو همیشه میره زندگی خصوصی اینا رو همش میخواد بره چک بکنه. یه خود... از یه طرف هم میخواد بگه که آقا من خیلی اشراف اطلاعاتی دارم، اینکه مثلا در دستشویی مثلا فلانی چه رنگیه، نمیدونم تو رو دیوارش چه تابلویی نصب شده، اینا ما خیلی خوبی. کلی هم همیشه آخه برنامه دیگه اش میاد کلی پوز میده که چقدر پول داره درمیاره، همش میخواد انقدر خودش حسود حسودیش میشه به بقیه، انقدر این چیزا براش ملاکه که هی میخواد بیاد با همین چیزا تبلیغ میکنه، با همون چیزایی که خودش براش مهمه که بقیه چقدر ازش جلوترن، نمیخواد بیاد بگه که من اینو دارم، من اگه میخواستم یه فراری بخرم من الان فردا میتونستم برم بخرم، همش از این حرفا میزنه. یعنی انقدر این سطحی همه چی رو نگاه میکنه که اینا رو براش ملاک حساب میشه. حداقل 5 تا دوربین مخفی خانم علی‌نژاد خرج کرده، 2 تا دور خونهشون دوربین مخفی گذاشته. 5 تا دوربین مخفی، اولا که اگه مخفی باشه تو چجوری رو گوگل مپ دیدی؟ مخفی نیست این دوربین. ببین دوربین از دوربین چی، دوربین که میذاری داره خونه رو اصلا تو نمیخوای مخفی باشه، دوربینی که میخوای بقیه بسته است احتمالاً اشتباهی میگی دوربین مخفی. آره منظورش از دوربین مخفی دوربین مدار بسته، مگه دوربین مخفی دوربین تو هرچی بیشتر مردم ببینن که دوربین داری بهتره که نه یا طرف خونت. خب اگر مخفی بود که تو گوگل مپ هم دیدی که دوربینه چقدر مخفی بوده این دوربیناش که تو گوگل مپ تونستی ببینی. یکی دیگه هم یه چیزی هم بگم، دوربینای مدار بسته که میبندی اینا خیلی اصلا گرون، میگه 5 تا اینا رو آمازون میدونی چقدر ارزش میتونی برای بخری؟ رو آمازون انقدر با به اینترنت هم میتونی وصلش کنی، انقدر هم ارزون هستن، چیز خیلی عجیب نیست دوربین مدار بسته وصل کردن تو دور و بر خونت، خیلی پولدار هم لازم نمیشه. مثلا نشون دادم چی؟ میگم یه چمدون دلار نمیخواد مثلا با یه آره. کیف پول مثلا کار. امروز خیلی ها این کار میکنم، منم کردم، منم دوتا دوربین مخفی دارم که مخفی مدار بسته منظورته، اگه دیگه مخفی نیست دیگه به همه گفتی که بخواد در خونمون بیاد اینا معلوم میشه. امروز هر کسی برای حفظ امنیت خونه خودش خرج میکنه دوربین مخفی میذاره. قاسم سلیمانی ببین چه کرده، بیرون مرزهای ایران رفته هزینه داده این دوربین ها رو گذاشته. خب بیا مثال خودت استفاده کنیم، مثل این میمونه که به جای که دوربین مخفی دوربین مدار بسته بذاری داره خانواده خودت، بری دوربین مدار بسته بذاری تو مثلا تو خونه همسایه هست که به مراقب باشی اینا فضولی نکنی، یعنی میبینی من باید ببینم اینا دارن چی کار بکنن که یه موقع اگه خواستن یک کاری علیه من بکنن من خونهشون رو بتونم ببینم. خب مثال خودت هم نشون میده که چقدر کار قاسم سلیمانی کار اشتباهیه. تازه در کنار این دوربین ها نگهبان هم گذاشته. امروز نگهبان تو خونه مردم، محور مقاومتی که قاسم سلیمانی ایجاد کرد با 1000 خرچایی که عربستان و اسرائیل و آمریکا، که این سه تا ابرقدرت های اقتصادی هستن. ببین قاسم سلیمانی، ببینید اصلا وقتی گفتم 22 میلیون دلار قاسم سلیمانی داده، گفتم این واقعا بیش از اون چیزی که ما فکر میکردیم یک ابر انسانه. ها این اینجوری میگه ها، ولی یه چیزی بگم، این اصلا هیچ وقت به بیننده‌هاش نمیگه که چقدر این اطلاعاتی که اومد بیرون چقدر وحشت هزینه است برای جمهوری اسلامی. یعنی ببین همش این آدمای حرفای احمقانه، مثلا این چپیای آمریکایی ها مثل کایل کولینسکی و اینا که میان میگن که اصلا ما سند نداریم که جمهوری اسلامی داره از گروه تروریستی اینا دفاع میکنه، بیای خودش سند، خودشون دارن میگن دیگه. یعنی انقدر دیگه واضح شده، یعنی توجیه کردن چقدر هم خوب اینا داره میاد موقعی که، یعنی واقعا اگه بایدن بیاد اینا رو، اتفاقا احتمالاً بایدن کار اشتباهی خواهد کرد، یعنی اینا رو استفاده نمیکنه، ولی خیلی راحت شده که راحت تر کرده دنیا رو که علیه جمهوری اسلامی موضع گرفتن، به خاطر اینکه دیگه ما اصلا لازم نداره کسی بیاد ادعا بکنه که ما مدرک داریم که جمهوری اسلامی داره از گروه تروریستی دفاع میکنه، خودشون دیگه دارن میان میگن. یعنی این واقعا هزینه است برای جمهوری اسلامی که اینو نمیگه، اینو به بیننده هاش نمیگه، برای اینکه خیلی دروغه. چطور تونست قاسم سلیمانی با 22 میلیون، تازه ما الان فقط رقمی که آمریکا خرج کرده داریم، اونم از زبان ترامپ که گفت 7 تریلیون دلار، ما رقم های دیگر رو نداریم آنچنان که اسرائیل چقدر خرج کرده و عربستان، بیشتر خرج هایی که آمریکا کرده ما داریم. برای خانم علی‌نژاد و آقای سیامک دهقانپور که خاک تو سر هر دوشون من بکنم، اوف
چقدر این عقده ایه با 22 میلیون. من نمیفهمم بابا، یه غزه است، یه دونه کرانه باختریه، اینا 70 ساله نمیتونن یه صلح بکنن، یه کشور داشته باشن. دلیل اصلیش همین جمهوری اسلامی نمیذاره دیگه، به خاطر همین 22 میلیون دلاریات دقیقاً. ببین این به ضرر مردم اسرائیل و به ضرر مردم فلسطینه. آیا. این دلیلی که صلح نشده به خاطر همین پولای اینجوریه، اینا نمیخوان صلح بشه. مردم الان چی شده؟ غزه تبدیل شده به یه زندان، چند میلیون نفر تو زندگی مون دسترسی به هیچی ندارن. من حالا میگم من اسرائیل رو محکوم میکنم به خاطر این جنایتایی که اون دفعه زده بود، چند نفر رو کشته بود تو مرز که اومده بودن برای تظاهرات. یعنی اصلا اینکه مثلا از حماس بعدمون میاد دلیلی نمیشه که اسرائیل همه اسرائیل رو من نمیگم بگو، اون دقیقاً اون کسایی که دم مرز اون کار کردن رو بگو، برای اینکه همه اسرائیل رو ببین. من خدا ایران ببین، من برای همین من ایران، برای همین من دارم سعی میکنم مثلا نگم ایران، من هی حواسم هست مثلا بگم جمهوری اسلامی، دارم سعی میکنم مثلا نگم ایران. دموکراتیک نیست، یعنی ریپرزنت نمیکنه مردم ایران رو، ولی اسرائیل حکومتش دموکراتیکه، این فرق میکنه. آره ولی بازم جنایتای مثلا آمریکا هم که جنایتایی که میکنه رو من روی سر همه مثلا همه آمریکا که نمیذارم. خب مثلا خود آمریکا رو نگاه کن، هم از لحاظ جنایتای جنگی مثلا از عربستان سعودی دفاع کرده توی جنایتای جنگیش تو یمن، ولی خب اون یه قسمت آمریکاست، یه قسمتای کاملا جدای آمریکا داریم که اصلا از لحاظ مبارزه با بیماری و مبارزه با مالاریا و مبارزه با ای تو دنیا اولن. یعنی من همه اینا رو جفتش با هم نمیتونم بگم آمریکا. خب بهتره که اسم گروه های خاصش رو بگم. خب مثلا من اسرائیل، من خیلی چیزای اسرائیل هست که دوست دارم، خیلی چیزای اسرائیل هست که بدم میاد، و برای همین سعی میکنم به جای که همه اسرائیل رو با هم صحبت کنم، برای ایران هم همینطوری. من نمیگم ایران داره بعضی موقع اشتباه میکنم و بیان ما چما بگیرین. خب من برای ایران هم مثلا دارم تو برنامه انگلیسی هم که دارم میذارم، دارم سعی میکنم نگم آها ایران این کارو میکنه، ایران اون کارو میکنه. دارم سعی میکنم حواسم باشه که بگم جمهوری اسلامی این کارو میکنه، جمهوری اسلامی اون کارو میکنه. برای همین به طور کلی نمیخوام برای هیچ کدوم از این کشورها مثلا کلیگویی کنم. نه قبول دارم، منم منظورم بیشتر همون دولت راستگرای اسرائیل که خیلی خوشش میاد. آره دولت راستگرای، آره خیلی بده.